این برج سه طبقه 8 ضلعی بازمانده از قلعه عظیمی است که در خرموج مرکز بخش دشتی از توابع بوشهر برپا بوده است. قدمت این قلعه به پیش از اسلام می‌رسیده و حدود یک سال پیش مقامات شهری ظاهراً دریافتند که این مخروبه به زیبایی شهر لطمه می‌زند و با لودر به جان قلعه افتاده‌اند و تمام. داخل برج در طبقه دوم جای خالی کتیبه ها، نفایس، عتیقه ها، تابلوهای نقاشی و چلچراغ هایی دیده می شود که غارت شده و شاید اینک زینت بخش موزه های بزرگ فرنگ باشد. این گچبری نفیس بازمانده از دیوار یکی از تالارهای قلعه است که از خاک بیرون مانده. ویرانه این برج عظیم و تاریخی حالا بازیگاه بچه‌های خرموج است. این سنگ با این تراش زیبا و ظریف که در اثر سایش اینطور صیقل یافته باید قدمتی بیش از ساختمان امامزاده داشته باشد. سخنساز کردم شما بشنوید، همه مرحبا و مرحبا بر دلیرون کنید. به دشتی کشم لشکر و بیگران، درارم دمار از دم و کافران. یکی بود مردی به دلواریان، به میدون روون شد چه ببر و بیان. دلیران دشتی به جنگ آورم، شکست از سپاه فرنگ آورم. بیارم من اون ریسلی ببر و جنگ، کند حمله ها بر سپاه فرنگ. بودی شهری از ملک و ایران زمین، که نامند و بوشهر ویرا چنین. فرنگی گرفت و بیامد نشست،
حکومت به زنجیر و هم کرده است. ببردن ستن را به همراه اون، به لندن رسوندن به فرمان اون. بودی شاه اونها که دیو سیاه، به همراه خود داشت چندون سپاه. همه دور بوشهر کردن حصار، که یک قاصدی کرد اونجا گذار. چه اخبار قاصد رسیدش به گوش، دل و شیر و جنگی در آمد به جوش. بزد مور برنامه و خیشتن، به قاصد بداد اون یل پیلتن. همون برده خانی مثال و جبر، خبردار گردید اون نامور. نوشت از تو در بیرقش این عجیب، که نصر من الله فتح القریب. خانه رئیس علی دلباری، سردار جنگ های ضد استعماری مردم جنوب علیه امپراتوری انگلیس، در بندر کوچک دلبار، بندری که آوردگاه مردم تنگستان با نیروی دریایی انگلیس بوده است. ز تیغ شیر خدا چون رواج شرع نبی شد. از این سبب به همه مسلمین رئیس علی شد. شهر محرم 1333. ها اینجا توی ای باغ نو تاش برادر، یک ساعت اندن 140 تا بونه موش و کرد. از این باغ تا پشت سر ای باغ رفتن، اونجا 80 نفرش دم را برادر. باقیش هم 80 نفرش کشتی. نه نمام کشتا. رئیس علی 8 نفر شاش به شاش میگن طول دوره او طولی اونجا هست نزدیکه. کویدن تا رفتن بر او طولی که دمداریان ها 80 نفرش دم را وامونده. غیر اینه که تو تاوت چارتا چارتا شد تو تاوت بیناش او میوا. یک ساعت تو باقه انده کجا کشته شد؟ رسلی تنگه. حالا درستن تو فیلم شما میبرد تو، اما رسلی تنگه. تنگهش کشته شد؟ ها بله. چی کشتش؟ نمیگم کی کشتش. چرا؟ نمیگم. انگلیسی بود یا ایرانی بود؟ نه ایرانی. چرا کشتش کرد؟ برای بخالت، برای ریاست. نه منظورم این خونه رو که ساخت، یعنی از اولش تو همین خونه زندگی میکرد؟ نه خونه پدرش بود اونجا داخل ولایت نیهداسرا خودش زده. این خونه سرا ها بعد که زن گرفت خودش زد. اول جاش بره پدرش بده. چند سال بعد از زن گرفت کشته شد؟ آقایی که جناب عالین به قراری که هم شنیدن تقریبا 22 سال که زن گرفت. 38 سال، 40 سال، 38 سال هم بی که تفاکو کشته شفت. چند تا بچه داشت؟ یه دونه؟ یه دونه. یه دختر ها؟ یه دختر، دخترش هم حالا هست. هست؟ ها. همین؟ نه، گوینک زن حاجی کرمش میگن، گوینک. دخترش بچه هم داره؟ ها بله، 3-4 تا بچه داره، 4-5 تا، بلکه دختر تا پسر 4-5 تا شد. این خانه یک اثر تاریخی نیست، لیکن یادآور شکوه مبارزات قهرمانانه مردمی است پاک باخته، که علارغم دولت فاسد مرکزی در برابر دشمن مقتدر و پرآوازه از میهن خود دفاع کردند و آوازه قهرمانی هاشان تاریخ را مزین کرده است. Thank you.
تنگستان منطقه است با گردنه‌ها و تنگه‌ها یا تنگ‌های فراوان که وجه تسمیه نام تنگستان است. این نخلستان‌ها که حصار طبیعی شهر اهرم مرکز بخش تنگستان است، مخفیگاهی بوده است برای توپخانه ارتش انگلیس برای حمله به قلعه زار خزرخان. بر فراز تپه‌ای در دل نخلستان‌های اهرم، قلعه زار خزرخان بنا شده. زار خزرخان همرزم رئیس علی دلواری و یکی از سرداران جنگ‌های دلاوران تنگستان است. این قلعه 4 حیاط تو در تو دارد با معماری مناسبی برای یک قلعه مسکونی و در این حال یک پایگاه جنگی. حیاط سوم و چهارم نیمه مخروبه است و در حال حاضر به عنوان انبار از اتاقهای آن استفاده می شود. از حیات دوم فقط ویرانه‌های این تالار باقی مانده است و حیات اول که بازسازی شده محل سکونت نواده‌های زار خزرخان است. اسم کوچک من سردار و فامیلم فولادی است و نوه مرحوم زار خزرخان تنگستانی هستم، یعنی پسر کوچک زار خزرخان که سام نام داشته است. زار خزرخان در زمان جنگ با انگلیس ها فرد اول مبارزین بوده و تمام این اردو و خاربار ای اردو کشی که می شده باده مرحوم زار خزرخان بوده و تمام تفنگچی که از اطراف جمع آوری می کرده ایشون به اتکای ایشون می آمدن برای مبارزه با انگلیس ها.
مرحوم رئیسعلی دلواری پسر دختر عموی زرخدر خان بوده و یکی از همشیره های رئیسعلی دلواری زن پسر بزرگ زرخدر خان بوده به نام محمد علی خان. رئیسعلی البته با زرخدر خان همکار بوده، همکاری میکرده، گویی که ایشون خان تنگستون نبوده، یکی از کت خدایان تنگستون بوده، چون تنگستون دارای قراء زیادی است که هر قریه ای از طرف خان منطقه یک نفر کت خدا براش تعیین می شده. رئیسعلی دلواری از طرف زارخدر خان کت خدای قریه دلوار بوده، ولی بسیار مرد دلیر و شجاعی بوده و از اقارب نزدیک زارخدر خان هم بوده و همکار جدی بوده در مبارزه با انگلیس ها. واسموس فردی بود آلمانی به نام ویلهلم، بهش میگفت اسم کوچیکش ویلهلم بود، ویلهلم واسموس. از طرف دولت آلمان به سمت کنسول در مدتی در بوشهر اقامت داشت، بعد اومده بود در چغادک، یکی از قرای تنگستان متمرکز شده بود و ساختمانی ساخته بود و آلات و ادوات کشاورزی فراوانی در اونجا از آلمان وارد کرده بود و مشغول کشاورزی بود که حتی کامباین و تراکتور در او زمان داشت. و ایشون گاهی مردم بنادر را تحریک میکرد به نبرد با انگلیسا. البته واسموس مقصودش راهنمایی مردم بود از لحاظ تاکتیک‌های جنگی و اینها، که سابق البته مردم سابق چندون در تاکتیک جنگی اطلاع کامل نداشتن، ایشون راهنمایی میکرد، آبه راهنمایی میکرد. مثلا در مواقعی که انگلیس ها مجبور شدن از شبیخون زدن مردم تنگستان به بوشهر و بالجوزگری، اینا هم مجبور شده بودن سیم خاردار اطراف بوشهر کشیده بودن. مثلا واسموس قیچی های سیمبر داشت و به اینها مردم تنگستان میداد که شبها برن این سیمها را پاره بکنن و بتونن به انگلیس ها هجوم بیارن. و این قلعه متعلق به مرحوم زرخدر خان است که الان خود بنده در اون سکونت دارم و در زمان جنگ انگلیسا با مرحوم زرخدر خان و دیران تنگستان، این قلعه مورد تهاجم انگلیسا قرار گرفت و اردوی انگلیسی آمد و 1 کیلومتری به این قلعه متمرکز شد و قلعه را به توپ بست. مرحوم زرخدر خان هم به طوری که اشخاص معمر میگویند قصد داشت که اینجا با انگلیسا مبارزه بکنه، ولی مردم اهرم، سادات و مشایخ اهرم آمدن و به زرخدر خان گفتن چون که شما اینجا مقاومت بکنید و با اینها به نبرد بپردازید، ممکن است که اینها بر شما غالب بیان چون دارای توپ و اسلحه های مدرن هستن و شما مجبور به فرار بشید و اون وقت اینها بنای اذیت و آزار مردم اهرم بگذارن و مردم را قتل عام بکنن یا اذیت بکنن. از این رو مرحوم زرخدر خان مجاب میشه و از این قلعه حرکت میکنه با اردویی که همراه داشته و دستور میده به اهل محل که مردم بیان این خاربارهایی که در قلعه هست، آذوقه تفنگچین، اردوی تفنگچین هست، بیان برای خودشون ببرن که در دسترس انگلیس ها قرار نگیره. و انگلیس ها میان وارد این قلعه میشن و این قلعه را به آتش میکشن. خاکستان انگلیس ها در محله دواس بوشهر. تیشه خشم مردم از بند رسته
این گورستان را این گونه به ویرانی کشانده است. یک فرانسوی دشمن در دوره جنگ‌های مردم دلاور جنوب با انگلیس‌ها تنگستانی‌ها را این گونه توصیف کرده است. حتی نوجوانان آنها مسلحند و تیراندازانی ماهر. شهادت افتخار آنهاست و مرگ طبیعی برایشان شرم‌آور است. دریا با تمام رمز و رازش و حراسی که در دل دریا نوردان فقیر می افکند ناناور گروهی از مردم تنگستان است.